به کانال من خوش اومدی. من کیانا هستم و امروز میخوام راجع به برنامه‌ریزی به سبک بولت جورنال با تو صحبت کنم. برای برنامه‌ریزی به سبک بولت جورنال ما به یه دفتر و یه خودکار نیاز داریم. من از دفتر نقطه‌ای مخصوص بولت جورنال استفاده کردم، ولی هیچ اجباری در استفاده از این دفتر نیست و هر دفتری که بهتون حس خوب یا انگیزه میده برای اینکه بتونید برنامه‌ریزی کنین و به اون پایبند باشین کافیه. قبل از اینکه وارد دفترمون بشین یه برگه برمی‌داریم و لیست تمام اهدافمون از جزئی‌ترین و دست نیافتنی ترین و کم اهمیت ترین و اونها رو یادداشت میکنیم. این لیست خیلی مهمه به خاطر اینکه تمام برنامه‌ریزی ما بر اساس این لیست انجام میشه و ویژن بورد ما هم بر اساس همین لیست ساخته میشه. پس اون رو با دقت یادداشت کنیم. من معمولا ویژن بوردم رو توی صفحه اول دفترم درست میکنم به خاطر اینکه همیشه همراه هم باشه و ببینم. حالا ویژن بورد چی هست؟ ویژن بورد یه تابلو تجسم اهداف و رویاهاست که با استفاده از تصاویر نمادین و نوشته های انگیزشی که من رو به هدفم میرسونه و به من انگیزه میده که اهدافم رو به خاطر بسپارم و به اونها پایبند باشم و برشون برنامه‌ریزی کنم درست میشه. همونجور که میبینید من نمونه های مختلفی از این ویژن بوردها رو براتون گذاشتم که هر کسی به شکل های مختلف درست کرده، بعضیا روی تابلو، بعضیا توی دفترشون و حتی بعضی هم به صورت دیجیتال اون رو طراحی کردن. پس بعد از این صفحه که صفحه اول دفتر ماست، صفحه اهدافمون هست. من روی اون رو پوشوندم چون یه ذره خصوصی بود. بعد از اون یه صفحه ماهنگار رو طراحی می‌کنیم که همونجوری که می‌بینید به صورت تقویمه و این صفحه هم صفحه مهمیه. بعد از این صفحه، صفحه ارزیابی ماه هست که ما بعد از اینکه ماهمون رو برنامه‌ریزی کردیم اون رو ارزیابی می‌کنیم. و من یه صفحه دیگه دارم که لیست کتاب‌هایی که می‌خوام تو ماه‌های آینده مطالعه کنم و یکم اون رو خالی گذاشتم تا اگر کتاب جدیدی خواستم مطالعه کنم بتونم یادداشت کنم. و چیز دیگه که مهمه تم بولت جورنال هست. من بهتون توصیه میکنم که تم خیلی ساده انتخاب کنید. من خودم تم سیاه‌سفید انتخاب کردم که آسون باشه و بتونم مدام اون رو انجام بدم و به بهانه تم اون رو رها نکنم. یکم من برای اینکه رنگیش کنم از استیکرهای مختلف استفاده کردم که حالا شما هم میتونین همین کار رو انجام بدین، ولی من بازم میگم به نظر من خیلی مهمه که اون رو ساده انتخاب کنی که وسط کار بولت جورنالتون رو رها نکنی. اما من برای اینکه ایده بگین حالا تمای مختلفی براتون گذاشتم. خیلی ها میبینین خیلی شلوغ بلوغ و رنگیه و از تمای مختلف استفاده کردن. این دیگه به شما بستگی داره. اما مهمترین صفحه همین صفحه که صفحه ماهنگاره به صورت تقویمه، حتما داشته باشین. صفحه ارزیابی ماهتونه و صفحه کتابخونه که اینا صفحاییه که من به صورت ثابت توی همه بولت جورنالام دارم و توی همه ماها ازش استفاده میکنم. صفحه مختلفی براتون گذاشتم که خودم طراحی کردم و میتونید توی اینستاگرام هم اونا رو ببینید برای موضوعات مختلف، مثلا برای مدیریت زمان، برای یادگیری زبان و چیزهای مختلف. این کتاب، کتاب بولت جورنال هستش که برنامه‌ریزی به سبک بولت جورنال کامل توضیح داده و من سعی میکنم با استفاده از این کتاب ویدیوهای مختلفی براتون طراحی کنم و وارد جزئیات بشم و خیلی دقیق تر اون رو براتون توضیح بدم. امیدوارم که موفق باشین.